مجموع خبرهای مهم: بریتانیا در سال 2023 به بیش از 2 میلیون تن در افغانستان کمک کرده ایم. ایران 5 تن به شمول 2 افغان را اعدام کرده است. یونیسف دست کم 23.7 میلیون تن در افغانستان تا سال 2024 به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. و همچنان در پایان، سمی سادات با احمد مسعود یک جا شد. مشروع خبرها: سفارت بریتانیا برای افغانستان میگوید که در سال 2023 به 2.7 میلیون تن در این کشور کمک کرده است. سفارت بریتانیا برای افغانستان با نشر پیام در برگه اکس به مناسبت روز جهانی بشردوستی اعلام کرده که در این مدت به 1.3 میلیون زن افغان کمک‌های بشردوستانه ارائه شده است. این سفارت افزوده در روز جهانی بشردوستی ما به همکاری با شریکان خود برای بهبود وضعیت دشوار بشردوستانه‌ای که مردم افغانستان با آن روبرویان ادامه می‌دهیم. در همین حال رابرت دکسون کاردار این سفارت برای افغانستان با اشاره به دیدار اخیرش از کابل گفته که تلاش‌های بشردوستانه بریتانیا تأثیر مثبت بر زندگی مردم این کشور داشته است. پیش از این مقام‌های آیرلندی نیز اعلام کردند که این کشور به مناسبت روز جهانی بشردوستانه 150 میلیون یورو به افغانستان زیر سلطه طالبان، فلسطین، یمن، سودان و اوکراین کمک می‌کند. سازمان ملل متحد 19 اگست را روز جهانی بشردوستی اعلام کرده است. این سازمان در بیانیه نگاشته است که در سال 2023 280 مددرسان زن و مرد در 33 کشور جان باختند. ایران 5 تن به شمول 2 افغان را اعدام کرده است. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داده است که ایران 5 تن به شمول 2 شهروند افغانستان را اعدام کرده است. سازمان حقوق بشری هنگاو با نشر گزارش نگاشته است که این اعدام‌ها در زندان مرکزی یزد ایران اجرا شده است. در گزارش آمده که حکم اعدام این 5 زندانی پیشتر از بابت جرایم مرتبط با مواد مخدر و قتل عمد از سوی سیستم قضایی این کشور صادر شده است. این سازمان تصریح کرده است که 3 تن از زندانیان ادبا، بلوچ و 2 تن دیگر شهروندان افغانستان بودند. بر اساس گزارش 2 تن از آنان عبدالرؤوف شوبخش یعنی ده مرده 33 ساله و عبدالرحمن دامنی گرگیش 34 ساله و هر دو اهل زایدان بودند. در گزارش نوشته شده است یکی زندان دیگر بلوچ به امین اتهام اعدام شده است. همچنین حکم اعدام 2 تبع کشور افغانستان است. یکی از آنها به اتهام قتل عمد محکوم شده بود اجرا شده است. هویت این 3 زندانی و همچنین اتهام دیگر زندانی تبع افغانستان در دست بررسی قرار دارد. در 23 اسفند سال روان نیز ایران یک باشنده روستای پایین دخیل ولسوالی خیرکوت ولایت پکتیکا را به اتهام قتل اعدام کرده بود. سمی سادات: کشور خود را پس می گیریم و تروریست‌ها را با لگد بیرون می اندازیم. سادات از فرماندهان سابق ارتش افغانستان اعلام کرده کشور را از چنگ طالبان آزاد خواهند کرد و تروریست‌ها را از کشور بیرون خواهند راند. او در سومین سال بازگشت طالبان به قدرت ایالات متحده را در رقم زدن شرایط کنونی در افغانستان مقصر دانست. او اظهار داشت که خروج غیر مسئولانه آمریکا موجب تقویت روحیه گروه‌های جهادی در سراسر جهان شده، القاعده را احیا کرده و آن را به یک تهدید جهانی تبدیل کرده است. سادات در مقاله‌ای که روز یکشنبه در روزنامه نیویورک منتشر کرده است، تاکید کرده است که بازگشت طالبان به قدرت تروریست‌های بین‌المللی را به شدت تقویت کرده است. به گفته القاعده اکنون زمان، قضا، فضا و انگیزه لازم برای حمله به غرب دارند. سادات نوشت که القاعده اعتبار خود را در میان شبه نظامیان اسلامگرا افزایش داده و از پایگاه‌های امن در افغانستان برخوردار است. او نوشت آنچه امروز در افغانستان رخ می‌دهد نتیجه مستقیم سیاست‌هایی است که با اوباما آغاز شد و با بایدن به پایان رسید. او افزود خروج فاجعه‌بار بایدن اعتبار ایالات متحده را در سطح جهان از بین برده است. این فرمانده پیشین ارتش خاطرنشان کرده است که جنگ 20 ساله افغانستان نه به دلیل قدرت طالبان بلکه به این دلیل باخته شد که ایالات متحده آن را به عنوان یک مداخله کوتاه‌مدت تلقی کرد و نه به یک جنگ واقعی. پس از عملات 11 سپتامبر 2001 ایالات متحده برای کشتن اسامه بن لادن و نابودی القاعده به افغانستان حمله کرد. با کشته شدن اسامه بن لادن در عملیات در پاکستان ایالات متحده اعلام کرد که به هدف خود رسیده است. اتحاد القاعده با ایران: سادات در مورد توافق القاعده با ایران نوشت پس از توافق ایالات متحده با طالبان در سال 2020 ایران با القاعده توافق کرد که با هم علیه ایالات متحده در خاورمیانه کار کنند و آمریکا را وادار به ترک منطقه کنند. او ابراز داشت که ایران، طالبان و القاعده به عنوان مهمترین نیروهای بی‌ثبات کننده از پاکستان تا سومالیا عمل میکنند. سادات اظهار داشت که همه این مسائل قابل اجتناب بود اگر ایالات متحده به جای توافق با دشمن با دولت افغانستان همکاری میکرد.
این فرمانده سابق ارتش افغانستان تاکید کرد که طالبان با حمایت از القاعده شرط اصلی توافق دوحه برای خروج آمریکا و متحدانشان نقض کرده، زیرا طالبان در توافقنامه 29 فوریه دوحه تعهد کرده بودند که اجازه بازگشت احیای القاعده در افغانستان را نخواهند داد. نارضایتی گسترده از طالبان. سادات به نارضایتی عمومی از مأموریت‌های روزافزون طالبان اشاره کرد و گفت که طالبان با ترس حکومت می‌کنند و حمایت آنها سریع از او اعلام کرد که در صورت لزوم برای بازپسگیری کشور خواهد جنگید و تأکید کرد که طالبان قوی نیستند و اختلافات داخلی آنها را بیشتر تضعیف کرده است. یک جنرال بدون ارتش هستم. سمی سادات درباره دشواری‌های زندگی در تبین سخن گفت و اظهار داشت که سوگوار از دست دادن نظام جمهوری و قانون اساسی است. او گفت در حال حاضر من یک جنرال بدون ارتش هستم، پیوسته با سیاستمداران بدون پارلمان، رهبران زنانی که برای بازگشت به برابری که از آن بهره‌مند بودیم کمپین می‌کنند و تاجرانی که از ویرانی اقتصاد افغانستان عزادار هستند ملاقات می‌کنم. ما به خوبی می‌دانیم که از دست دادن کشور، نداشتن حق رأی و زندگی در جاهایی که به آن تعلق نداریم و اغلب مورد استقبال قرار نمی‌گیریم چگونه است. مبنای نظم جدید قانون اساسی 2004 باشد. سادات با تاکید بر ایجاد نظم جدید در کشور گفت که وظیفه همه ما است که طالبان را بیرون کنیم، افغانستان را برای مردمش بازپس بگیریم و از حملات روسی بیشتر به جهان جلوگیری کنیم. این جنرال پیشین تاکید کرده که مبنای نظام جدید باید قانون اساسی سال 2004 باشد. سمی سادات بر ایالات متحده زندگی میکند. او با شمار دیگر از مقامات سابق دولتی و فرماندهان ارتش جبهه متحد افغانستان در امریکا را انداخته است. او و شمار دیگر از فرماندهان ارتش افغانستان جلوی پیشروی و سقوط ولادت‌ها را گرفتن نتوانستند. سادات قطع حمایت‌های فنی و تسلیحاتی امریکا و فساد در دولت را عامل سقوط کشور برشمرده است. مجازات جمعی، غیبت منطق در حکومتداری طالبان ادامه اش. طنزآمیزتر همین که اداره محلی طالبان در ولسوالی خدای به مردم گرگه گفته است که اگر چیز در منطقه گم شود مردم مسئولیت دارند و باید پاسخگو باشند. منطق حاکم بر حکومتداری طالبان صرفاً زور است، دیگر هیچ منطق دیده نمی شود. به نظر می رسد وقت مقام های گروه طالبان در مورد مردم و سرنوشت آنها تصمیم می گیرند لحظه هم فکر نمی کنند. اگر ولسوال و قماندان و مدیر جنایی یک حاکمیت پیش از آن که مردم را مسئول جلوگیری از دزدی ها بدانند اندک فکر کنند، متوجه خواهند شد که این مسئولیت به مردم بر نمی گردد. رخ دیگر این ماجرا دشمن‌پنداری و مجرم‌پنداری جمعی مردم است. طالبان که مردم افغانستان را به خودی و غیر خودی تقسیم کردند، در مورد غیر خودی ها نگاه دشمن‌پندارانه و مجرم‌پندارانه دارد. آنها مردم را که با این گروه دمساز نباشند مجرم بالفطره می دانند. در غیر آن چه منطق وجود دارد که مثلا اگر دستگاه حاکم نتوانند مجرم ادعای خود را پیدا کند، همه مردم یک ولسوالی یا یک منطقه را مجازات کند؟ تشکر که تا این دم با ما بوده. شب روزتان خوش. خداوند نگهدار همتان.